خب درود بر همه کسانی که ما رو میبینید و میشنوید. من امروز همراه هستم با عرفان قانعی فرد و بابک شکرابی گرامی و میخوایم که در مورد اینکه همونجور که خبر دارید چند ساعت پیش شاهزاده سخنان بسیار دوباره تاریخی را فرمودند و امروز ما دوباره همراه هم هستیم. خب میخوایم کمی در این باره گفتگو بکنیم، ببینیم که چه گذشته و از میان سخنان شاهزاده ما چه چیزی میتونیم برداشت بکنیم. من بابک گرامی رو میبینم، اگر که ایشون رو بتونم که ادشون بکنم داخل. بابک چون شما باید اون روی دکمه میکروفون بزنید یا درخواست گفتگو که من شما رو بتونم بالا بیارم. اجازه بدید من بارم. درود بر شما. درود، درود بابک شکرابی گرامی و ارجمند. بذارید من عرفان رو هم بیابم. عرفان رو دیدم، حالا خب عرفان قانعی فرد گرامی خوش آمدید، در خدمت شما هستیم. مخلصم، عرض ادب و احترام به همه دوستان نازنینان. بابک عزیز خیلی خوشحالم در خدمت شما هستم. خب همون جور که میدونیم ما قراری گذاشتیم پس از برنامه شاهزاده در و سخنانی که فرمودن، و قرار شده که امروز سر ساعت 8 که ما سر ساعت 8 همراه بودیم گفتگویی داشته باشیم در مورد اون چیزی که گذشت. از نگاه من نسبت به موقعیتی که ما همکنون قرار داریم و گفتمانی که تو جامعه وجود داره، یعنی اون نگاه، واژه ها چه درست یا نادرست اگر بهش نگاه بکنیم، پرسش هایی که مطرح شد در همون چارچوب بود، یعنی ما بیرون از یه اون واژه ها پرسشی نبودش و همون دغدغه ها چه در شبکه های اجتماعی میبینیم چه در کف خیابون هستش، میتونه کار مثلا پیچ شدن برخی گروه هایی باشه که مثلا میخوان یه ایده ای رو بندازن یا یه توقعی رو ایجاد بکنن، تا حتی چه به جا چه نابجا، ولی بخش زیادی از پرسش ها در همون چارچوب بود و پاسخ ها هم در همون چارچوب بود. از این منظر به نظر من گفتگوی خوبی بود و پاسخ ها هم تونست که روشن بکنه باز با همون واژه ها و همون متن. یعنی وقتی که صحبت از یک مثلا حرفی از مقبولیت و مشروعیته که بعضیا میندازن اینو که مثلا شاهزاده اینو از کجا میخواد بیاره، خب ببینید اصلاح طلبها خیلی داره الان این حرفو میزنن یا برخی گروهای دیگه، با همون واژه ها ایشون اومدن و پاسخ دادن که از کجا میاره. یا در برابر تکنیک که خب ما میدونیم در مورد نوع مبارزات با به صورت کلی یا مبارزات تروریستی و رزمی هست، یعنی شما میرید یه گروه چریکی جنگاوری چیزی جمع و جور میکنید، یا اینکه سیویل و
شهروند بنیاد هست، یعنی شما بدون داشتن یه ارتش که بخواد بره بجنگه میرید این کار رو انجام میدید، ولی باز شاهزاده تو همون چارچوب طرفایی که هست در مورد خشونت، مبارزه مدنی و اینا اومدن پاسخ دادن و از این روی کرد به نظر من پاسخ ها خوب بود و تونست چیزهایی روشن بکنه. ولی یه نکته مهمی که وجود داره که حالا بهش برمیگردم، یکی در مورد اون نکته در مورد سکولاریسم که گفتن هستش که حالا میرسیم که کجا میتونه نمود و بروز پیدا بکنه، یکی در مورد همون مشروعیت و حقانیت و اینکه اون رهبر به تنهایی خودش رهبر نمیشه بلکه پیرو میخواد و اون چجوری ما پیرو و خلاء قدرت رو میتونیم پر بکنیم و درست بکنیم رو بهش برمیگردیم. اگر میشه دوربین رو برگردونیم که دوستانی که در یوتیوب هستن ما رو افقی نبینن، اگر میشه یک دست ما اینجوری برگردونیم چون دوستان اینستاگرام مشکلی ندارن. اوکی میخواد برگردیم یوتیوب با مشکل رو برمیشن اینجوری با برمیگردونیم و دوستان خصفایی میکنیم آمادگی نداشتیم دفعه اول ببخشیم. بله میدادن شما وارونه شدید الان ادامه بپرم. خب من باید اینو یه جایی بذارم که به مشکل بر نخورم، یه ذره این پایه کچ، ولی خب بد نیست، خیلی هم کچ نیستش. نه خوب عالی. بابک جان بفرمایید، نوبت شماست. درود عرض ادب خدمت شما دو گرامی و همه هموطنان عزیزمون در سرتاسر جهان. ببینید ما اصولا میخوایم مباحث مهم سیاسی رو از اون سطح مبتذلش که این هم دستاورد 57 بوده خارج بکنیم. مفاهیم جدی هست، تاثیرگذار خواهد بود بر زندگی تک تک ما و همچنین بر زندگی نسل‌های بعد از ما. بنابراین حرف‌ها تبعاتی رو خواهند داشت، شعارها تبعاتی خواهند داشت و ما نیاز داریم از این ابتذال سیاسی که در سطح کشور ما به وجود اومده رد بشیم. امروز وقتی به صحبت‌های شاهزاده گوش می‌کردم، شما کاملاً تفاوت ایشون رو ملاحظه میکردید با همه اون چیزی که ما در 44 سال گذشته تجربه کردیم چه در داخل جمهوری. بابک عزیز صداتون ضعیف، دوستان می‌نویسن صدا ضعیف. آیا الان بهتر شد؟ الان بهتر شد؟ میلاد جان چیزای فنی رو انجام میده نمیدونم. برای من فرقی نکرد صدا، ولی من صدا رو خوب میشنوم صدای. بله خیلی ادامه بدید بابک. عرض می‌کردم که ما الان مشاهده کردیم وقتی یه بود شاهزاده داشتن صحبت میکردن، تفاوت یک شخصی که بینش و اندیشه سیاسی داره، چشمنداز سیاسی دارن و قبل از اینکه یک صحبتی رو بکنن به ابعاد گوناگون اون اندیشیدن و فکر کردن و این خیلی مهم هستش و این چیزی هستش که ما امروز نیاز داریم. در برابر در طی این 44 سال ما افرادی داشتیم که تلاش کردن از احساسات مردم استفاده و سوء استفاده بکنن، مفاهیم سیاسی مهم رو مبتذل کردن و اجازه ندادن که ما فراتر از یک روز و دو روز و ده روز رو ببینیم. و اینجا اون بزرگترین تفاوت بود که من در صحبتهایشون میدن و امیدوارم که ملت ایران هم اینو ببینه. ببینین شاهزاده خب در یک فضایی در قرار دارن، در یک جایگاهی قرار دارن که فراسیاسی، ولی از اون جایی که ما هنوز به ایران باز نگشتیم فعالیت هایشون در یک قالب سیاسی خیلی مشخصی داره انجام میشه. تمام افرادی که همسال ما هم دارن فعالیت های سیاسی میکنن در راستایی داره صورت میگیره که همه اینها تأثیر گذار خواهد بود در ایران فردا، فردای ایران و غیر روزانه. بنابراین این بزرگترین و مهمترین نکته بود که من میتونم بهش بپردازم. موضوع دیگه هم که میتونم راجبش صحبت بکنم این بودش که یک شعار سیاسی دادن و عملکرد متفاوت داشتن یه چیزی بوده که متاسفانه مرسوم شده در طی 44 سال گذشته. ما بخشهایی رو از اپوزیسیون داریم که جدا شده از جمهوری اسلامی بودن و در زمانی که در رأس قدرت قرار داشتن عمل کردی مشابه جمهوری اسلامی داشتن. در خارج از کشور اگر که صاحب رسانه بودن، صاحب تریبون بودن، دیگران رو حذف کردن. اگر که صاحب روایت بودن، سعی کردن که اون روایت رو تغییر بدن. امروز ما مشاهده کردیم که شاهزاده تصویری کاملا اخلاقی از مسائل رو ترک کردن. ما میتونیم اختلافات سیاسی داشته باشیم ولی در این اختلافات سیاسی باید اخلاق مدار باشیم.
این چیزی هستش که ملت باید تشخیص بدن. هر کسی اخلاق مدار نخواهد بود، اما در داخل ایران من مطمئن هستم مردم رو تشخیص خواهند داد، و این اونجایی هستش که اعتبار گفتمان رو مشخص میکنه، جایگاه سیاسی افراد رو مشخص میکنه، و ما نیاز داریم. یکی از بزرگترین لطمه هایی که ما در طی این 44 سال خوردیم نزول اخلاقی ما بوده، به خصوص در بین سیاست پیشگان ما، افرادی که به راحتی میتونن به شما دروغ بگن، افرادی که به راحتی کردارشون با گفتارشون تفاوت داره، و هیچ شرمی هم از این ندارن که در دوربین نگاه کنن، در چشم شما زور بزنن و برخلاف اون چیزی که دارن عمل میکنن رو بگن. اخیرا نمونه های زیادی شما مشاهده کردیم، برای این خیلی مهم است. الان من میتونم بگم یک سری اجناس سیاسی داره به ملت ایران ارائه میشه، ما در بحبوحه یک نبرد هستیم، ولی یک سری اجناس سیاسی داره به شما ارائه میشه، و این ملت ایران هستن که باید انتخاب بکنن. ما به اندازه کافی دید سیاسی، به اندازه کافی بینش سیاسی داریم که خوب رو از بد تشخیص بدیم. فقط کافی هستش که از این هیاهوی رسانه‌ای خودمون رو رها بکنیم، اینا باید با منطق بنگریم. من حالا در بخش بعدی صحبتام به نکات دیگه ای اشاره میکنم که مربوط میشه به همین عرایزی که خدمتتون داشتم، که شاید با مثال روشن‌تر بشه من دقیقا به چه موضوعی دارم اشاره میکنم. عرفان گرامی، من میکروفون رو میدم خدمت شما. عرض ادب و احترام، خیلی سپاسگزارم در واقع دو تا دوست نازنین، بابک و میلاد عزیز. یک چیزی رو دوستان نازنین توجه بکنن که ملت ایران ملت یک دست دارای تفاهم و ملتی در صلح و آرامش نبوده. ملت ایران به هر حال حمله عرب رو دیده و بعد از زخم حمله عرب تا حدود 200 سال طاهریان و صفاریان و سامانیان اومدن و کارشون در واقع التیام به زخم مردم ایران. و بعد در دوران مثلا محمود غزنوی و سلجوقیان و حشاشین و غیره، مردم ایران روبرو شدند با حمله مغول و بعد از مغول حمله تیمور و بعد پادشاهان منصور صفویه، و این 900 سال این مردم ایران این تلاطم ها رو دیدن، و وقتی صفویه به قدرت رسید میشه 520 سال گذشته. و بعد از 200 سال حمله افغان ها به ایران باعث شد و مردم ایران بار دیگه داغدار شدن، بار دیگه در واقع میتونم بگم متلاشی شد. و بعد نادرشاه ظاهر شد و ایران رو نجات داد از اینکه به قعر بدبختی بره. حالا زندیان و بعد 100 سال سالهای قاجار. و بعد از سالهای قاجار یک رضا شاه پیدا شد که در واقع ایران رو از میشه گفت قبرستان برگردوند به جایگاه تمدنی خودش. در این 57 سال یا 53 سال خوده، حالا به روایت مختلف، بعضی ها میگن از 1300 به بعد، یعنی اواخر قاجار، بعضی ها میگن از 1305 به بعد تا 57، برحال این پدر و پسر ایران ساز بودن به معنای واقعی کلمش، که حتی بسیاری از مفاهیم سیاسی هم که امروز توسط روشنفکران نسل‌های چه قدیم چه جدید تکرار میشه، حاصل زحماتی است که اعزام دانشجو به خارج، در واقع نهضت ترجمه در ایران و غیر و ذلک به ایران به ارمغان آورد. پس بنابراین در دوران قاجار اروپا خوشبخت بود، به یک سمت دیگه ای رفت، ولی ایران متاسفانه قاجار رو دید. ولی ایران از کاروان تمدن عقب نموند و بعد در واقع دوران شاهان پهلوی به وجود اومد و پدید آمد. و چیزی که اینجا حائز اهمیت هست برای همه ماها و باید بهش توجه داشته باشیم، که مردم ایران در 43 سال دوران خلافت اسلامی ولایت فقیه هویت ملی، غرور ملی و پایگاه و جایگاه ملیش رو از دست داده، به صورت تخریبی و ویران شده. و این دوران خلفای منصور ولایت فقیه ایران یک عقبگرد تاریخی داشته، شاید 1400 سال پیش.
این نکته اول خیلی حائز اهمیته که الان مردم ایران غرور ملیشون، پایگاه ملیشون، جایگاه ملیشون رو از دست دادن و شخصی باید این رو به اینها برگردونه. و مردم هم در شرایط فعلی که آب و برق و گاز و اینترنت و محیط زیست و اقتصاد و غیره ویران هست، در واقع این زندگی در حقارت رو در واقع میخوان واگذار بکنن و به یک روشنایی و رهایی برسن و یک فروغ در تاریکی میخواد این مردم ایران رو جذب بکنه برای رهایی. بی تعارف در بین بازیگرانی که در تئاتر سیاسی ایران فعالیت دارند شاید معدود انسانهایی حتی به تعداد انگشتهای دست هم نرسه که دارای اخلاق باشن. اخلاق به معنای واقعی کلمه. ببینید پادشاه ترکیبی است از پاد و شاه، و پاد یعنی نگهبان، پاسبان، نگهدارنده، ثبات، عامل ثبات، و شاه هم یعنی شهریار، شهنشه، کسرا. تاریخ بیهقی مثالهای زیادی داره، فردوسی مثالهای زیادی داره که همه پادشاهی به زمان خیش نگهبان مرز و نگهبان کش. فردوسی بارها و بارها این اشاره کرده، ولی ما متاسفانه این گنج خیش رو نمیخوایم درک بکنیم تا زمانی که در اختیار ماست. بنابر هر دلیل من الوجود یک ملای شیعه اومد کتاب ولایت فقیه رو منتشر کرد، از سال 1341 تا سال 1357 با همراهی با فضای جهانی گروه های تروریستی به وجود آورد برای نابودی هویت ملی ایران. هویت ملی ایران در واقع کوروش و داریوش و رضاشاه و نادرشاه و محمد رضا پهلوی هست. چیز دیگه به غرور اینها اضافه نشده، مثلا منتظری، رفسنجانی، خاتمی، خامنه‌ای، اینها، خلخالی، اینا، خمینی، اینا چیزی برای غرور ملی ایران نداره. پس بنابراین این پادشاهی منظور آیین ایرانی هست که در شرایط فعلی تنها شخصی که بویی از این قضیه داره از نظر تاریخی شاهزاده رضا پهلوی هست بی تعارف. و بنابراین در تایید فرمایش بابک نازنین، وظیفه شهریار نگهبانی ایران هست. ما الان یه شهریار زنده داریم، اونم شاهزاده رضا پهلوی است، نوه رضا شاه ایران. یعنی وظیفه شهریار نگهبانی ایران هست و آیین ایرانی، به قول فردوسی عشق به میهن، آزادی، شرف انسانی. و این تفکر پادشاهی تفکری است که در طی قرنها ملت ایران باهاش اومده، با وجود همه این نشیب و فرازهای تاریخی که من خدمتتون عرض کردم. و شهریار وظیفش اینه که فراتر از اون افراد در واقع عشق به میهن داشته باشه، دارای شرف انسانی باشه و دارای اخلاق باشه. بسیاری از بازیگران اصلی تئاتر سیاسی ایران فاقد این سه عنصر هستن بی‌تعارف. و شهریار فردی خردمند هست، برای تمدن و هویت ملی تلاش میکنه که فرهنگ ایران رو از تخریب نجات بده، دوباره اون رو به معرفت شناختی برگردونه. چند نفر از جامعه ایران معرفت شناختی دارن از پادشاهی ایرانی و شهریار ایران؟ به عبارت خیلی محترمانه تر، شاید اون هم تعداد بسیار ضعیفی باشه. خیلی از افرادی که میگن جمهوری جمهوری آگاه نیستن و واقف به این امر نیستن که جمهوری تقلیدی است ناشیانه از آیین پادشاهی ایرانی. ولی خب به هر حال در شرایط فعلی من تصور میکنم این روزن امیدی است، فروغی است در تاریکی که مردم ایران از شهریار استفاده بکنن تا زمانی که زنده است و تمدن خودشون رو نجات بدن. وگرنه کجراه است، بیراه است. و 57 دیگه ای به وجود خواهد اومد که این بار به جای قعر قبرستان به قعر نابودی و گذاب حائل فرو خواهد رفت. میلاد نازنین، خب با اومدیم سر اخلاق و تمدن، یه گرفتاری که ما از سال 57 داریم اینه که ما با یورش تمدن ما مثل همیشه در درازای تاریخ میدیم، ما وسط چهارراه جغرافیای جهان هستیم و همیشه مورد یورش بربرها بودیم و بسیاری از تمدن‌ها با یورش بربرها امروز از بین رفتن و ما هیچ نامی از اونا نمیشنویم. اینا از سراسر مناطق حالا سخت‌تر که حالا اونجا نتونستن، اقوامی بودن که نتونستن تمدن را بندازن،
بنا به دلایلی نیرومند می‌شدن و یورش می‌آوردن جاهای دیگه و تو سراسر جهان هم بوده و تمدن‌های بسیاری تا حالا نابود شدن. از شگفتی‌های تمدن ایرانی اینه که تونسته با هم با بربرها در جاهای گوناگون که به تمدنش یورش می‌آوردن بجنگه، تولید بسیار زیادی داشته باشه. یعنی ما در عصر ساسانی و در عصر هخامنشی یا دوران پیش از اسلام از نظر میزان تولیدی که داشتیم و میزانی که میتونستیم فلسکاری بکنیم، خوراک تولید بکنیم، پارچه داشته باشیم، بازرگانی دور ما به وجود میومد، اصلا رشد شگفت‌انگیزی داشتیم و تمدنی بودیم که بر پایه بردهداری هم نبودیم، به وارون خیلی تمدن‌های دیگه که بر پایه بردهداری بودن در اروپا ما این ویژگی رو نداشتیم. ولی خب ما هم در برابر بربرها میتونیم شکست بخوریم. یه ویژگی که داشته نبرد با بربرها و برای تمدنها سخت بوده همیشه، با میزان بسیار بیشتری از نیرو مجموع میتونستن که بر بربرها پیروز بشن، اینه که بربرها بی اخلاق میجنگیدن. بربرها همیشه آوازه وحشیگری اونها بوده که اونها رو پیروز میکرده. شما اگه تاریخ مثلا نبردهای مثلا چه یورش از حجاز یا یورش از مغولستان رو نگاه بکنید، این در هر دوتا آوازه وحشیگری پیش از خود سربازان میرسیده و اینا در 57 با ما همین کار کردن، اون وحشیگری نهادینه در سرشت بربرها و اینکه اونها به هیچ اخلاقیاتی پایبند نیستن و حتی در جنگ. و شما در جنگ امروز ما بین تمدن‌ها حتی وقتی میگه دو تا کشور با هم دارن میجنگن به یک اخلاقیات جنگی باید پایبند باشن. یعنی حتی شما وقتی داری دشمنت رو، کسی که بعد تو شما بهش رفتی فکر میکنی اونجا خاک شماست، اون یکی فکر میکنه خاک اونه، حتی در اون شرایط میجنگین، شما حق ندارید به شیوه های وحشیانه آدم بکشید، کشتار جمعی راه بندازید، اسرا رو بکشید که همه اینا. ما امروز پرونده مثلا حمید نوری یکی از چیزایی که داره براش محاکمه میشه، یعنی بند اصلیش که البته خود مجاهدین که هم دست همین بربرها هستن و بخشی از این بربرها هستن، سر چی دارن محاکمه میشن؟ سر جنایت جنگی دارن محاکمه میشن که اینا اسیر رو کشتن. یعنی چون یه بخشی از اون یگان در کنار مرز ایران همراه با بعثی ها داشته عملیات میکرده، اینا زدن اسرای اونها رو در زندان قتل عام کردن و ما امروز اخلاق جنگی داریم. ولی میبینیم این بربرها نشون دادن که نه در یورششون به اون پایبند بودن با اون وحشیگری و تروریسم کور و آتش زدن زندان به سینماها و به هر حال کشتاری که راه انداختن از نمایشی از خودشون و اخلاقیاتی که بهش پایبندن نشون دادن، آتش زدن مامورین ما نمیدونم کارمندان دولت رو، دست و پا بریدن رو، و به هر حال دیگه میدید دیگه اصلا یه چیز وحشتناکی بودش که اینا چطور تونستن. و بعد از حتی پیروزی با شهر و با شهروندان مانند غنایم جنگی برخورد کردن و اون نمود گفتمانی که روی اون فضا بود رو نشون دادن و ما به عنوان تمدن پاسدار همچنان اخلاق بودیم و باز تونستیم خودمون رو زنده نگه داریم. و دقیقا که بهش اشاره شدم از طرف بابک هم از عرفان که ما هستیم که همچنان هستیم و شاهزاده هستش که نماد اون تمدن، زنده بودن اون تمدن حالا. و از جمله چیزایی که ما داریم و باید بهش برسیم، من نکته که خواستم بالا بهش برسم، یکی مثلا حاکمیته که شاهزاده بهش اشاره میکنه ما باید به حاکمیتمون برسیم. قضیه حاکمیت به همراه استقلال سیاسی و تمامیت ارضی یه تثلیث مقدس حقوقیه و ما در تمام جهان، یعنی همه حقوق عادی که ما داریم، پروتکل های اینترنت یا نمیدونم روابط بین شرکت های پست، تراکنش هوایی و همه اینها روی سه تا آجر یا سه تا خشت حقوقیه که اینا در یک نگاه یکی هستن و سه نمود دارن. حاکمیت ملی یعنی یک ملت وجود داره در یک تمامیت ارضی که یک قلمرو مشخص دقیق، یعنی شما مثلا در کشور اروپایی که حالا اون عوارض مرزی بعضی جاها نیست نگاه میکنید، شما این ور خیابون جریمه میشید هلند، اون ور خیابون جریمه میشید آلمانه و اجازه دولت هلند دقیقا تا اون خط دولت هلنده، اجازه نداره یک سانتیمتر پاش اون ورتر بذاره یا قانونی رو پیاده بکنه یا هر چیزی در اون سو هست با مثلا توافق دولت آلمانه یا با دولت بلژیکی یا همسایه که داره. واسه همین این قلمرو سیاسی یعنی اون گستره ای که حقوق اونجا میتونه پیاده بشه و
اقتدار همگانی اونجا نمود پیدا میکنه هستش که مهمه، و استقلال سیاسی. و این دقیقا همون چیزی است، ارزش های والاترین ارزش اخلاق سیاسی پاسداری از حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، استقلال سیاسی. و دقیقا بربرهای 57 تمام همدستان خمینی با این سه تا مشکل دارن، و امروز با اونو میبینیم که شاهزاده چقدر قشنگ تاکید میکنه بر اون و اشاره میکنه، و ما هیچ کدوم این سه تا رو نمیتونیم از هم جدا بکنیم، بگیم که تمامیت ارضی رو برداریم پس حاکمیت ملی میمونه، بعد دموکراسی پس رو چی میخوایم بسازیم، اصلا حقوق رو چی میخوایم بسازیم؟ امکان این که شما هیچ قانونی رو بنویسید نداریم، به خاطر اینکه اصلا حق قانون نویسی از پیشفرضی میاد که یک ملتی وجود داره که اون حاکم هست بر خودش و بر قلمروش و بر تمام داراییاش و مالکیت ازلی ابدی داره. شما اینو بردارید اصلا حق قانونگذاری از شما گرفته میشه و حق دموکراسی و تمام حرفای دیگر گرفته میشه، برای بی‌معنی میشه اصلا. و بر همین اساس هستش و تمام مبارزات شهروندی هم که گفته میشه صرفا چارچوب اخلاقی داره. یعنی حتی شما به هر حال ما که فرمانده میدانی جدی در خیابان نمیبینیم که اون چیزی که مردم رو هماهنگ میکنه، شعارها رو یک دست میکنه، رفتارها رو هماهنگ میکنه، ظاهرا فرمانده ما که یک رزم نظامی مشخص نیستش، که یک جنبش هستش، جنبش اجتماعی است. چیه که ما رو هماهنگ میکنه؟ اون ارزش‌های اخلاقیه که در برخورد با رویدادها یه رفتار مشخص به همه ما میده و نشون میده که ما زیر چتر یک گفتمان با هم دیگه هستیم و اون ارزش‌های تمدنی روی ما هست. بابک جان سپاس شما. الان که حالا صحبتمون در حیطه اخلاق هست، من نکته‌ای رو اشاره بکنم. ببینید، یک سری انتقادها به پادشاه فقید می‌شده که در ابتدا در سالهای 57 و غیرزالک می‌گفتن که ایشون دینگوریس هستن، کافر هستن و واژه‌ای که پیش از این استفاده شده. در طی سالهای اخیر حالا شاهد هستیم که مخالفان ایشون میگن که ایشون دین محور بودن و حالا از این زاویه می‌خوام به ایشون حمله بکنم. ولی جالبه وقتی به قضیه وقتی میگم که مبانی رو مبتذل میکنن، دقیقا به همین خاطر است. ببینید، پادشاه فقید یک انسان اخلاق محور بودن و مذهب رو از همون زاویه نگاه میکردن. ایشون به عنوان پادشاه کشور هر گونه باور مذهبی داشتن و نداشتن، هرگز اجازه ندادن اون اعتقادات مذهبی تأثیر گذار باشه بر زندگی افرادی که در ایران در همون مقطع زمانی دین ستیز بودن، دین گریز بودن، به اصطلاح امروزی ایتیست بودن، یا از سایر مذاهب می اومدن. یعنی ما میبینیم که شهروند ایرانی دارای حقوق برابری بوده که در طی اون 37 سال دوران حکومت ایشون مرتبا به تعالی رسیده و بهتر و بهتر و بهتر میشده. بنابراین ما سقوط داشتیم در جامعه ایرانی. ولی بحث این هستش که به قول میلاد وقتی ما با این بربرها در نبرد هستیم به کجا میخوایم برگردیم. مثل ماشینی میمونه که از مسیر درست خارج شده و فرض کنیم که به سمت یک چاله در سمت چپ جاده داره کشیده میشه. شما میتونید یک برخوردی کاملا 180 درجه بر خلاف اونو داشته باشین که متعاقبا ممکنه شما رو بکشه در سوی چاله سمت راست. ما میخوام برگردیم به مرکز، به اونجایی که وسط اون جاده بودی، اون باشه جاده رشد و تعالی ما بودی، و اونجا ادامه بدیم و یک ایران مرفه رو داشته باشیم، یک ایران اخلاق مدار رو داشته باشیم. این اون کاری که ما میخوایم انجام بدیم. اما این بربرها به قول میلاد در اون زمان از مذهب ابزاری استفاده کردن، تبدیل کردنش به یک مسئله که بخوام بی اخلاقی خودشونو در یک چارچوب مذهبی در جامعه محکم بکنن و تحکیم ببخشن، و اگر چیز قشری از اونها از سر سفره انقلاب رانده شد، با همون خصوصیات بربریت و وحشیگری تا اون زمانی که بر قطار انقلاب سوار بودن میل خودشون رو تحمیل کردن. پس از اون جمهوری اسلامی ادامه آنها بوده که تا به امروز شاهد بودیم. و من معتقد هستم هر شاخه دیگه از 57 اگر به قدرت میرسید، ما سرنوشتی اگر شونتر از اون چیزی که امروز داریم نداشتیم، حداقل چیزی کاملا مشابه این رو امروز داشتیم. بنابراین امروز حالا ما میبینیم همون جماعت که کارنامه بسیار دهشتناک دارن، میان
و از یک زاویه دیگه حالا بیدینی رو میخوان به بی اخلاقی بکشن. برای اینکه شما به قول معروف لا مذهب باشید، حق شماست. این جامعه‌ای که بخواد مذهب رو به چالش بکشه حق اون جامعه است. افرادی در اون جامعه بخوان باورمند به مذهب باشن حق اون هست. و این نکته هست که شاسده در صحبتشون امروز اشاره میکردن، ما میخوایم مذهب رو از حکومت جدا بکنیم. و از این یه نکته خیلی مهم اینجا هست که من به خدمتون ذکر کنم، ببینید مذهب از سیاست جدا نیست، هرگز جدا نبوده، یکی از ارکانهای تاثیرگذار بوده. شما نگاه کنید یه کشوری مثل آمریکا، سیاستمداران میان به قشرهای مختلفی از مذهبی و نزدیک میشن، از توانایی مالی اونا استفاده میکنن، از تاثیرگذاری سیاسی اونا به عنوان یک چی بهش میگن یک پایگاه اجتماعی استفاده میکنن برای رای گیری و غیروزانه. و وقتی اینا رای خودشون رو گرفتن به قول معروف وارد آفیس سیاسی شدن و غیروزانه، بعد تازه اون افرادی که حالا کمک کردن به انتخاب اینا تاثیرگذار خواهند بود روی مسائل سیاسی اون کشور یا اون ایالت. این حالت به عنوان مثال امریکا رو من استفاده کردم، در کانادا هم همچنین است، در کشور اروپایی هم همچنین است. برای اون چیزی که ما به دنبالش هستیم این است که مذهب رو از حکومت جدا بکنیم. و این یه نکته خیلی مهمی هستش که میگم دوباره این صاحبان گفتمان 57 رو دارن به ابتذال میشه. ما میخوایم یک جامعه داشته باشیم که یک شخص مذهب ستیز به همون اندازه حق و حقوق داشته باشه که یک شخص مذهب باور همون حق و حقوق داره، و یک شخصی که اصلا خب اعتقادی به هیچ مذهبی نداره و مذهب ستیز هم نیستش. این مذاهب میتونن اشکال گوناگون داشته باشن، چه مذاهب ابراهیمی باشن چه هر مذهبی دیگه باشه. اینجا هستش که ما به دموکراسی واقعی میرسیم، به سکولاریسم واقعی میرسیم، جامعه‌ای رو میرسیم که اخلاق محور هست و بنابراین از احساسات داره پرهیز میکنه، مذاهب رو از حکومت دور کرده و اونها رو تبدیل کرده به یک امر شخصی. و بعد در اون مقطع زمانی ما میتونیم تصمیم بگیریم که حالا در چه جهتی ما جامعهمون رو میخوایم هدایت بکنیم از لحاظ باورهای مذهبی و چه تأثیراتی رو داشته باشه یا نداشته باشه. ولی این فضای سالم ابتدا باید به وجود بیاد که جای گفتمان وجود داشته باشه. اون کاری که صاحبان گفتمان 57 میخوان بکنن، میخوان این ماشین رو که از مسیر رشد و توسعه منحرف کردن و انداختن حالا مثل یک ماشین که توی جاده یخی ناگهان کشیده شده داره میشه به سمت جهت اتفاقی در این 44 سال افتاده، اینا حالا میخوان بکشنش بیرون در راه حل. اینا این شما رو برن به منتقاله سمت راست و ما میگیم نه، ما نیاز داریم تعقل بکنیم، نیاز داریم گفتمان رو به وجود بیاریم و در این حال آینده نگر باشیم. هر کاری که ما میکنیم یک تبعاتی خواهد داشت که همونطور که عرض کردم نسل‌های بعد ما پاسخگو اون خواهد بود. بنابراین ما کنشی رو که به وجود بیاریم در این جامعه با واکنش‌های روبرو خواهد بود. و در سیاست ما باید بتونیم پیشبینی بکنیم، آنالیز پیشبینی داشته باشیم که چه چیزی در آینده محتمل هست از هر حرکتی که حرکت سیاسی که در جامعه صورت میگیره. عرفان گرامی، سپاس بابک نازنین. من تصور میکنم در دوران فیلیپ که رستاخیز ملی برای 18مین بار مردم ایران دارن تجربه میکنن، یعنی 18 بار علیه خلافت اسلامی ولایت فقیه از زمستان بی بهار 57 تا الان مردم ایران اومدن و اعتراض خودشون رو نشون دادن به ملاهای وحشی که 14 بارش فقط علیه خامنه ای هست. خب این جامعه یک موتور حرکت نیاز داره برای حرکت و یک مقصد معلوم نیاز داره که به سرمنزل مقصود که دموکراسی و آزادی هست برسه. هدف همینه، هدف ایران آزاد و رها از استبداد شوم و منحوس هست، هدف بازسازی استبداد و در واقع جباریت نیست. اما آنکه طرفدار بازسازی استبداد هست در واقع مجموع الجزایر تفکرهای شوم و ویرانگر 57 است در کنار هم، چه مارکسیستی چه اسلامی، که این مجمع الجزایر در کنار همدیگه یک در واقع پلی رو بین همدیگه زدن و اون پل پهلوی ستیزی و پهلوی حراسی است و اینها توجه به هویت ملی کشور ندارن، توجه به آزادی و دموکراسی ندارن،
توجه به شرف انسانی ندارن، چون اگر داشتن دست به تروریسم نمی‌زدن، و اهل خرد و معرفت شناختی و اهل انتقاد نیستند و کمترین حرمتی به تمدن ایرانی قائل نیستند. از اون طرف در تهران خامنه ای، احمد خاتمی فحش به پهلوی میدن، از این ور یک کهنه چریک تروریست فدایان خلق در کشور پادشاهی انگلستان فحش به پهلوی میده. هر دو یکیست، درون یک سکه است. یک شخصی باورمند به علی شریعتی و حسین علی منتظری در تهران ناسزا و اهانت به تاریخ پادشاهی در ایران میکنه، حداد عادل اهانت به پادشاهی در ایران میکنه، یک دونه کهنه تکیم وحدتی در واشنگتن هم همین اهانت رو به پادشاهی میکنه. هر دو یکیست، آبشخور فکری هر دو یکیست. پس در اینجا چیزی که من خدمتتون عرض کردم، گفتم شهریار فردیست هوشیار، خردمند، باورمند به تمدن و هویت ایرانی که هرگز قابل حذف نیست. پادشاهی ایرانی، آیین پادشاهی ایرانی و شهریاری قابل حذف نیست. نه عرب تونست حذفش بکنه، نه مغول و تاتار تونست حذفش بکنه، نه ترکان غزنوی تونستن حذفش بکنن، نه افغان تونست حذف بکنه، نه ولایت فقیه. بنابراین این قابل حذف نیست. این که بعضی ها در واقع بنا به عدم خرد و عدم تفکر انتقادی معتقد هستند که باورمندی به پادشاهی ایرانی یعنی بازسازی استبداد، در واقع این افراد سرکوبگر اندیشه دیگرانند که تلون آرا و در واقع تبادل آرا بین افکار مختلف وجود خارجی نداشته باشه، و چون میدونن که در اقلیت هستند فقط هوچیگری. من باب مثال، یک شخصی که مثلا علیه شاه مملکت سخنرانی میکنه مثل علی شریعتی ولی باورمند به اسلام تروریستی، این شخص میشه مقدس برای بعضی از چهره های باورمند به جمهوری. و بعد این انسان ها رو در نظر بگیرید که فاقد آگاهی و خرد و عقلانیت مدرن هستند و در کشور پادشاهی در اروپا زندگی میکنند، در کانادا زندگی میکنند، در بلژیک، سوئد، نروژ، فنلاند نسخه میپیچند برای جوان ایرانی که در زیر یوغ استبداد ملای شیعه داره زندگی میکنه. این دوتا با هم همخوانی نداره. بالاخره این جامعه در بطری شیشه که نیست، این جامعه پویاست، این جامعه در حال حرکت و تحرک هست. نسل جدید ایران اهل خرد و عقلانیت و تفکرن بنا به تکنولوژی اینترنت و ماهواره. بنابراین در شرایط فعلی اقبال عمومی، یا به عبارت انگلیسیش میگن فرانت رانر، یعنی کسی که در جلوی صف داره میدوه، این فرانت رانر جنبش فعلی در واقع شاهزاده است. اینجاست که مسئله مهم هست که خیلی خوب، آیا برای رسیدن به اون سرمنزل مقصود چه فرد قوی و محکمی نیاز هست که این راه سنگلاخ رو همراه با ایشون پا به پا طی کرد؟ اول دیوار ملای مخوف شیعه باید فروپاشی بکنه، چون تا ایران رو ویران نکنن به سمت کامل، تا تمام خزانه کشور رو به تاراج نبرن، ملای شیعه نمیره. هنوز ملای شیعه برای شما 11,000 امامزاده گذاشته، همه جعلی، مغز شما رو خورده و قدرت تفکر درست رو از مردم ایران گرفته، هویت ملیش رو از مردم ایران گرفته. و بعد این نهادهای امنیتی هم بیکار نمیشینن، شروع میکنن به رهبر تراشی، شروع میکنن به بایکوت افراد مقبول در جامعه، مبادا تفکر در واقع جامعه دارای تحرک بشه. پس بنابراین با لاتعالاتی باید این جامعه رو سرگرم کرد. به همین سانسورکده های لندن نگاه بفرمایید. پس بنابراین این چیزیست که در شرایط فعلی ما میبینیم، و وجود شاهزاده در تئاتر سیاسی ایران در شرایط فعلی فروغی در تاریکیست. ما به یک فرد قوی نیاز داریم که در دوران فروپاشی و دوران انتقالی تا صندوق رأی این جامعه رو هدایت بکنه و جامعه آماده بشه برای تصمیم گیری برای سرنوشت خودش. و
بعضی ها از روی بیسوادی و از روی ناآگاهی میگن مردم ایران رو تشویق بکنیم برای تعیین سرنوشت. چه سرنوشتی؟ سرنوشت ما کشوری هستیم دارای یک تمدن، یک هویت ملی و سرنوشتی. ما سرنوشت ما همینه. ما سرنوشتمون رو میخوایم از صندوق رأی تعیین بکنیم که حاکم بر سرنوشت ما چه شخصی باشه که دارای مقبولیت باشه. نادرشاه در دشت مغان مردم بهش تاج دادن. رضا شاه که میخواست جمهوری اعلام بکنه، همین ملای شیعه در داخل پارلمان ایران بهش تاج دادن. با شمشیر که نیومده بگی من میخوام پادشاه بشم. اون دوست داشت که بگی من میخوام جمهوری اعلام بکنم. پس ناآگاهی به تاریخ ایران ما رو به این روز انداخته. و بعد به این نسل جوان هم نمیشه دروغ گفت. رک و راست باید به نسل جوان گفت که فریبت میدهند. این سرخی بعد از سحرگه نیست. در واقع آنچه که در شرایط فعلی ما نیاز داریم برای اینکه ما رو از فروپاشی دیوار استبداد و کاخ منحوس استبداد و دوران پرنشیب و فراز انتقالی تا صندوق رأی همکاری بکنه، از دید شخصی من، حالا بابک میلاد عزیز رأی خودشون رو دارن، یک نفر فروغی است در تاریکی. چرا؟ چون هم عشق به میهن داره، هم عشق به آزادی و دموکراسی داره، هم دارای شرف انسانی است و هم از روز اول آموخته و تربیت شده برای آیین شهریاری. اون شخص کیست؟ شاهزاده رضا پهلوی. پس بنابراین در شرایط فعلی کلاه سر خودمون نذاریم. ما به این فرد نیاز داریم به عنوان یه سرمایه اجتماعی که ما رو به اون سرمنزل مقصود که از صندوق رأی خارج خواهد شد در واقع یاری بکنه. میلاد نازنین برمیگردم. خب دیگه این دو رو واپسین باشه و تمومش بکنیم چون از زمان میگذریم. چند تا نکته رو من میخوام در این بخش اشاره بکنم. یکی این که اون تمدنی که ما داریم به وارون خیلی حالا تمدنهایی که در گذشته بودن و از بین رفتن، تمدن ایرانی هم اونجوری که تاریخ‌دانان بزرگ هم بهش اشاره کردن، یه تمدنی بوده با ارج‌گذاری به هویت فردی و حقوق از فرد آغاز می شد. در حالی که بربرها همشون گلگرا بودن یا کلکتیویست بودن اصطلاحا، یا 57 رو شما نگاه بکنید، این بربرهای 57 همشون گلگرا هن. یعنی یا امتی هن یا خلقی هن یا پرولتری هن، یا یعنی انسان رو به صورت یک فرد نمیتونن بپذیرن و خودخواهانی هستن، خودشیفتگانی هستن که میان و برای اینکه خودخواهی خودشون رو به بار بشونن، جماعتی رو به گروگان میگیرن، هویتشون رو، هویت کار میسازن، جعل میکنن هویت برای شما، میگن تو کارگری پس تو مال منی، تو فلان مثلا قومیت هستی پس تو خلق منی، اون خلق عربی، تو خلق ترکمنی و اینا، و تو امت اسلامی، و میاد یه گله تولید میکنه از اون گله‌ای که خودش میخواد، نه که اون مردم هستن، و این میاد به زور خودش رو تحمیل میکنه به اون و میگه من صدای شما کارگران هستم. و ده ها چون جمع، وقتی شما می کارگر، یه مفهومی به اسم کارگر که نداریم که اون دهن داشته باشه حرف بزنه، ما تک تک کارگران، تک به تک یک شهرمند، شهروندم، امروز کارفرما، فردا کارگرم، پس فردا تو تهران زندگی میکنم، پس اون فرداش تو یه روستایی میخوام زندگی بکنم، من میتونه جایگاه زندگیم، سطح اجتماعی، همه اینا دگرگون بشه، حتی زبانم رو میتونم عوض بکنم، هر جوری من میتونم دگرگون بشم، ولی از فردیت خودم نمیتونم بگذرم. و فرهنگ ایرانی فرهنگ فردمدار بوده همیشه، برای همین ما این همه آدم داریم، شاعر داریم، این همه شاعر، مثلا حافظ این همه سروده گفته، درش شما اون گله‌گرایی رو نمیبینید و این خیلی شگفت‌انگیزه. یا در مثلا فردوسی یا در همه شاعرای ما، شما ما با تمدن‌ها روبرویم. این نسبتی که به بزرگان ما میدادن، مثلا میگفتن فلانی تبریزی، فلانی مثلا توسی، من فردوسی توسی، یا به نسبت شهر بوده، و این خیلی نکته مهمیه که ما شهرگرا هستیم، ما اوربانیست هستیم و سیویلایزیشن رو خیلی میفهمیدیم و به اون مفهوم فردیش باور داشتیم. یعنی ما یه گروهی آدم هم اینجوری نبودیم، یه توده ای اونجوری که توده ای ها میگن، یا همه این گروه های 57 که ما تلپی افتادیم یه جایی
و همینجوری مثلا یه چوپونی همون بالا به اسم مستبد روی ما بوده، نه، ما همون فرهنگ شهریاری رو داشتیم و شهریار اون مستبد یا اون دسپوت نبوده که باید با چوب سر ما میزده، بلکه یه کسی بوده که باید حقانیت شهریاری پیدا میکرده تا ما بپذیریم که اون شهریار ماه. و این خیلی فرق میکنه با حکومت هایی که یه دسپوت پیدا میکنن، یه خونریزی که اونقدر همه رو میزنه و میکشه تا مثلا قدرتش صفر بشه، همه از سر ترس مثل گوسفندانی که از اون سگ گله میترسن اونجا وایسن. در حالی که شهریاری ایرانی ما به عنوان انسان ها هستیم که میپذیریم، و شاهی اگه اون ویژگی ها رو نداشت به عنوان شاه پذیرفته نمیشد و مردم حرفش رو گوش نمیدادن. یعنی اون حقانیت جایگاه، یعنی اون کتی که اعلام میکرد من تاج گذاشتم سرم، میگفتن هر کی اونو بذاره سرش مثلا تاج افتاده باشه بذاری سرت، ما قبول نمیکنیم. و این خیلی نکته جالبیه که حالا همون 57 که طرفدار گله گرایی هستن، من به کلکتیویسم بعضی وقتا میگم گله گرایی، همشون کلکتیویستن، غیر ممیه، هیچ گروه غیر کلکتیویستی تو اینا نداریم، همشون بر علیه فردگرایی هستن، چرا که رضا شاه و محمد رضا شاه اینا اومدن و در گام هایی که برداشتن تونستن که تمدن مدرن رو به سرعت در ایران نهادینه بکنن، نظام ارباب رعیتی رو جمع کردن که خیلی هم حالا با نظام فئودالی فرق میکنه، مثلا مدلش تو ایران رشد کرد، ولی اون جمع کردن و شهروند ایرانی تولید کردن، حزب ساختن، گفتن که برید کار تمرین بکنید، کار شما شهروندان تازه برید تمرین بکنید، کار حزبی بکنید، یاد بگیرید و بیاید خودتون کار بکنید در سیاست و به انتخاب بکنید. و دم تمام این گروه های کلکتیویستی که استبداد ناگزیره، شما هیچ حکومت کلکتیویستی امتی خلقی کارگری توده‌ای پرولتری هیچی پیدا نمی‌کنید که به دسپوتیزم و استبداد نرسیده باشه، دقیقا به خاطر حذف فرده. فرد رو دهنشو میبندن، میان میشن میگن بس صدای اون گروه هم و ناگزیر از دسپوته و با اون گروگانگیری از اون گروه میخواد که حالا اقتصاد درست کنه نمیتونه، میخواد کشورداری بکنه نمیتونه، هیچ کدوم اینا رو نمیتونه انجام بده، برای همین شکست میخوره و شکست اینا رو داریم میبینیم. و همه این 57 یا همه این گروه هایی که وجود داره همشو همینه. حالا ما تو ایران همین دقیقاً دو تا ایده هم داریم با همین چارچوب. یه سری آدم هایی هستن که سیستمی فکر میکنن در سیاست، نگاه سیستمی در سیاست برنده است. ما در سیاست مثلا اپ طراحی نمی کنیم که بگیم خب یه چیز نوآورانه‌ای داریم. سیاست امر تمدنیه که هزاران سال تمدن پشتشه و ما نمیتونیم آزمون و خطا بکنیم. اگر مثلا یه کار رو اشتباه انجام بدیم، مثلا این برنامه، این برنامه درست کار نمیکنه یا این خونه ما شکیل نمیشه، دیوار خراب میشه. ما اگر در سیاست اشتباه بکنیم، جنگ به وجود میاد، آدم ها کشته میشن، اقتصاد به هم میریزه، به فقر و بدبختی کشیده میشیم. بنابراین بسیار کار دقیق، مویی، درست و اصلا با بازیگری و رقاصی و اینا که شما در روی صحنه هستی یه لحظه میگی که اون لحظه بازیگر رو دید دیگه، میگه اون لحظه با خودم فکر کردم که این کارو بکنم یا این فیگور رو بگیرم. و فکر میکنم سیاست همین صحنه است. سیاست شما یه رئیس جمهوری، یه نخست وزیری، همین کشورهای پیشرفته، پادشاهی حرف ناسنجیده ای بزنه، جنگ از توش در میاد، کشاکش در میادش. الان این شورتجایی که در جهان هست از سر چیه؟ از سر حماقتیه که یک کسی با خودش فکر کردش که من میرم مثلا یه مانور قدرتی میدم و یه کاری میکنم، سنگ روسیه رو سفر، یه کاری که آخوندا میکنن، همه از سر حماقتیه که همه این کلکتیویستا و این گله‌گراها انجام میدن. حالا ما چی کار میتونیم بکنیم؟ ما یه مشکلی داریم، حالا صحبتی هم شد در مورد رهبری در این گفتگوی خوبی که شاهزاده گرایی همیشه داشتن، صحبت از این بودش که چطور ما میتونیم اون حقانیت جایگاه رو برای ایشون بسازیم. حقانیت و رهبری دو سر داره. یه سر رهبری ما میبینیم، اون سر پیروی رو خیلی‌ها نمیبینن. پیروی هست که ما میپذیریم که ما بین این نهادها و افرادی که یهو سر از این سفینه‌های رسانه‌ای فرو میشینن رو زمین، یا میگه دالی من اومدم، از اینها، اینا رو کاری نداشته باشیم، به نهادها کار داشته باشیم و جدیترین نهادی که دموکراسی و سکولاریسم میتونه درش وجود داشته باشه و این رو بپذیریم، پیروی از اون رو، پیروی به مفهوم این که ما گزینش خودمون رو به عنوان شهروند انجام دادیم که چنون نظامی میخوایم داشته باشیم، به اون حکومتی که داریم بر پایه چه ارزش‌هایی هستن. که حالا ما باید شاهزاده گرامی قربونت برم، مخلصتم که البته میریم، ولی
مسئله اون شکل حکومت، اون سیستمیه که ایشون همیشه اشاره میکنه بهش. ما اگه اینو بپذیریم، بفهمیم که دقیقا در چه ارزش هایی هستیم، اون نظام پیروی رو داشته باشیم، دقیقا این راه پیروزی بر جمهوری اسلامی و گریز از قضیه خلأ قدرته. در وقتی که شما هیچ اقتدار و اینفلوئنسی درست نکنید، خلأ قدرت بعدش به وجود میاد. مثلا اگه بتونید اون حکومت شکست بدید، اگه حکومت جمهوری اسلامی نشون داده که بجز با اقتدار آلترناتیو از بین نمیره. اقتدار آلترناتیو یعنی چی؟ یعنی ما یه اقتدار سیاسی داریم اسمش جمهوری اسلامیه، اونجا نشسته، کارمند داره، حقوق میده، نظام پاداش و مجازات داره، اگه کسی که حرفشو گوش نده مجازات میکنه، گوش بده سر ما حقوقشو میگیره. ولی ما به جاش چی داریم؟ همین چیزی که در این ماه نشون دادیم و باید افزایشش بدیم، اقتدار اجتماعی باید بسازیم. اقتدار اجتماعیه که میاد در این لحظه انقلاب، این هم باعث ریزش نیرو میشه به خاطر اینکه زنجیره فرماندهی رو گسست درش به وجود میاره. یعنی به جای من از اقتدار سیاسی موجود پیروی بکنم، میام تمرد میکنم، حالا چه در جایگاه نظامی چه در جایگاه سیویل هستم، کارمندی هستم، کسبه‌ای هستم، بازاری هستم، هر چیزی هستم، تمرد میکنم، نافرمانی میکنم از اقتدار سیاسی به سود اقتدار اجتماعی. و این تغییر اقتدار هست که باعث میشه که اون سیستم میریزه، این سیستم به وجود میادش. اگر ما این کارو بکنیم، در یک چشم به هم زدنی حکومت عوض میشه. یعنی در اون لحظه که قرار عوض بشه، معلوم از کی گرفته میشه، به چی سپرده میشه، و ما از اون خطر خلأ قدرت رها میشیم. در حالی که اگه اون فرمولی که مجاهدا پیشنهاد میدن، 57 پیشنهاد میدن، بریزید بیرون رهبر، پیروز میگفتن رهبری بی سر و جنبش سر نداره و مردم رهبر نمیخوان، الان که تعارفی بهشون زدن دیگه رهبری رو ول نمیکنن، خودشون چسبیدن که نه ما رهبر، رهبر منم، رهبر توی بپر وسط رهبری کنیم، از یه حرفای این شکلی. و اینا مسخره بازیه، دلغک بازیه. جامعه در اون لحظه خلأ قدرت آنچنان خطرناک میشه، خلأ یعنی همه چی رو میکشه به سمت خودش، یعنی هر خری رو پیدا میکنه میاره میشونه اونجا رو صندلی قدرت. اون چیزی که سوریه رو، سوریه کر یا لیبی رو به اون وضع در آورد، خلأ قدرت بود. خلأ قدرت باعث میشه که جمهوری اسلامی میره اونجا، ترکیه میره اونجا، قطر میره اونجا. مثلا در مصر چرا این اتفاق نیفتاد؟ بخاطر این سیستم فرو نریخت، سریع جایگزین شدش، چه موقعی که با مرسی جایگزین شد، چه موقعی که با نظامیان جایگزین شدش. خلأ قدرت وقتی به وجود نیاد امکان نمیده، وگرنه هم جمهوری اسلامی اونجا رفتش، هم قطر رفتش، عربستان رفت، کویت رفت، امارات رفت، ترکیه رفت، هر کی اونجا برای شما خلأ به وجود بیارید میکشه قدرت ها رو. اینجوری نیستش که کسی دعوت شه، اصلا میکشه، مثلا بهش میگن خلأ قدرت. و ولی در مثلا سوریه این خلأ به وجود اومد به خاطر اینکه اپوزیسیون سوریه گیج بود، مثلا این 57 ما هیچ گزینه جدی روی میز نداشت، همینجوری هر کسی رو پیدا کردن آوردن دور هم نشوندن. جالب، بالاترین ریکگنیشن هم گرفتن از جهان، اونقدر که اینا شناسایی شدن هیچ اپوزیسیونی در جهان تا حالا اینقدر شناسایی نشد. و اینه که ما رو به پیروزی میرسه، فرمول پیروزی، راه پیروزی، شاه رو صدا بزنیم پیروزی میادش، ارتش هم همراه میشه. خیلی هم میگن برید دم در پادگان و بگیرید اونجا رو بگیرید، خیلی میگن حتی در جنگ ها شما میخواید به حمله بکنید به پادگان، از قبل با فرمانده و کسایی که تو پادگانن هماهنگ کردید که شما تسلیم بشید و ما مثلا با شما کنار میایم. نمیدونید زنجیره فرمانپذیری رو نمیدونن که چجوری باید شکست. ولی بروی بابک گرامی، راجع به زنجیره فرمانپذیری داشتی صحبت میکنی، نکته خیلی جالبی هستش. ببینید نوع اعتبار اجتماعی لازم هست تا اون زنجیره فرمانپذیری دنبال بشه. بخشی از اون میراث نهاد پادشاهی هست که در دست شاهزاده است، بخش دیگری از اون شخصیت، گفتمان و کردار ایشون بوده تا به این لحظه که این اعتبار رو به ایشون میده. یعنی اگر ما به دنبال این هستیم که بخش هایی از نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی رو ازش جدا بکنیم که اون آغاز سرنگونی جمهوری اسلامی خواهد بود، این مستلزم این هستش که یک زنجیره فرمانپذیری وجود داشته باشه. و شما واقعا فکر میکنید این زنجیره فرمانپذیری به چه کسی به غیر از شاهزاده میتونه به شکل موفقیت آمیز ختم میشه؟ یعنی ایشون تنها کسی هستن که دارای اون اعتبار اجتماعی، سیاسی و نهادی هستن که میتونن این افراد رو مخاطب قرار بدن
و اونها فرمان پذیری داشته باشن. در دستهشون به قول معروف یک دست یک هدیه‌ای هست، یعنی افرادی که به خون دستشون به خون مردم آلوده نباشه، ما یک در آشتی ملی اینها رو به آغوش ملت میپذیریم و اونها هستن که حالا باید در خدمت ملت باشن، به جای اینکه در 43 سال گذشته در خدمت جمهوری اسلامی بودن. و بخش دیگه این هستش که ما اشد مجازات رو اجرا خواهیم کرد برای افرادی که دستشون آلوده به خون باشه. بنابراین یک سیاست خیلی منطقی است. در مقابل اون ما ابتذال مفاهیم سیاسی رو داریم که یه سری افراد بسیار ناشایسته یا در خارج از کشور تلاش میکنن که برای نیروی سرکوب رژیم عمر طولانی تر بخرن و در گردش 180 درجه‌ای میان حالا به قول معروف پرچمدار این قضیه میخوان بشن، در صورتی که خب این گفتمان یکی دو ماه گذشته است، گفتمان چندین سال گذشته است. ما شاهزاده از ابتدا بر این باور بودن و این قضیه رو تبلیغ کردن که نیروهای سرکوبگر رژیم باید مورد توبیخ جهانی قرار بگیرن و افرادی بودن که در طی همه این سالها به عناوین مختلف اومدن حمایت کردن که اتفاقا دست سرکوبگر رژیم قدرتمند باقی بمونه. حالا امروز ما ببینیم همین افرادی گردش 180 درجه‌ای بدون اخلاق انجام میدن، افرادی که اخلاق مدار نیستن به شما دروغ میگن. و جالب اینجاست که حالا دوباره میخوان به متعلقه اون سو برن، میگن که نه ما باید بزنیم بکشیم از بین ببریم. ولی خب اینجاست که ابتذال مفاهیم هستش. شما چگونه میخواین یک نیروی سرکوبگر تا دندان مسلح رو که در مورد ایدئولوژیک هم دیده بخواین از بین ببرید؟ سال 57 نیست که کمپ های تروریستی در دور تا دور ایران تأسیس شده باشه، سال 57 نیستش که یاران سیاسی ایران در صحنه جهانی بیان در تضعیف ارتش ایران همکاری بکنن با شوبشیان. هیچ کدوم از این اتفاقا نیفتاد. پس بریم واقعی باشیم. واقعیت هایی که حاکم هست در جامعه ما چی هستن و ما هیچ کسی نداریم به غیر از خودمون، دست به زانوی خودمون بزنیم و بلند شیم به در این راستا، باید واقعی باشیم. به همونطور که عرض کردم الان یکی دو هفته هستش که ما جماعتی داریم که در فضای مجلس دارن نهایت تلاششون میکنن که به ابتذال بکشن صحبت و میگن نه ما باید بزنیم بکشیم. بسیار عالی، با کدوم ابزار میخواد بزنیم بکشیم به ما هم بگیم. بعد این کشتار شما کجا خاتمه پیدا میکنه؟ آیا مثال 57 خواهد بود که یک گروه از شما یک گروه های دیگر رو حذف میکنه و این مسیر ادامه میده تا اقتدار کامل پیدا بکنه و ما وارد یک دیکتاتوری دیگه میشیم، یا نه یک راه حل واقع بینانه میخوایم داشته باشیم که با واقعیت های حاکم در ایران همسویی داشته باشه؟ عرفان گرامی، من فکر کنم وقت ویدیو تمام شده میلاد عزیز، درسته؟ تا یک ساعت و نیم یا بیشتر هم میشده؟ نه فکر کنم دو سه دقیقه تمام میشه، یک ساعته تمام میشه. من فقط شعر فردوسی رو میگم که همه پادشاهید بر گنج خیش، کسی را که گرد آورد از رنج خیش. من تصور میکنم پادشاهی ایرانی و آیین شهریاری در این ظلمتکده فعلی در ایران رمز موفقیت ماست، یعنی چشم و چراغ ماجرا. در واقع میتونیم به این تناب بریم جلو، تنابی که مطمئن هست تا به صندوق رأی میرسیم. یعنی از دوران فروپاشی سالهای محنت و نکبت و دوران انتقالی تا صندوق رأی و تصمیم گیری جامعه، به نظرم شاهزاده رضا پهلوی کاندید اول و آخر هست و در شرایط فعلی در اون طیف متقلبین، جائلین و کهنه تروریست ها و هوچی ها و عروسک ها، من کسی رو نمی‌بینم که دارای این باورمندی به عشق میهن، آزادی، شرافت انسانی باشه. و فراموش هم نکنید آیین پادشاهی و شهریاری قابل حذف نیست و مطمئنن نگهبان ایران و آیین ایرانی خواهد. عرض ادب و احترام. دیگه میلاد عزیز شما میتونید ختم جلسه رو اعلام بفرمایید. بعد سپاس از همه دوستانی که همه بینندگانی که ما رو دیدند، شنیدند، احتمالاً ویدیو رو در یوتیوب عرفان یا صفحه 2500 یا جای دیگه‌ای که حالا ما در دوستان ما هستن خواهند گذاشت. سپاس از همگی. احتمالاً ما این گفتگوها رو باز هم ادامه خواهیم داد در همین روش اگر بازخورد خوبی بگیریم. پایدار و پرتوان باشید. بامداد همگی در تهران و ایران خوش. سراسر ایران درود و بدرود به همگیتون. پاینده ایران. پاینده ایران.